بریم چند تا از استاد قلابی‌ها رو ببینیم که گیر فایترهای واقعی میافتن و درخواست کرده بودی. خب مشخصه دیگه کی الکی بود. اولین ضربه رو میخوره، خدا نگهدار، با تیپ بهشتیش میره بهشت. آخه این چه تیپاییه که میزنیم میایین تو کیج MMA؟ اینا برای پارک خوبه، برین قشنگ ریلکس کنید. مبارزه بعدی، دوستمون با تیپ شاولین اومده، فقط تیپ بشو داره، اون یکی هم یه MMA فایتر خیلی معمولیه تو باشگاه، یه چک اول بهش میزنه، دوستمون نظره میشینه، ریکاوری، دوباره مبارزه ادامه پیدا میکنه، یه بادی شات، ببینید چنگ میزنه رو هوا، داره به این ریسمان فایت چنگ میزنه. اوه ببینید از جنگ فیلمی رو که میگیره، چون اینا فیلم سینمایی زیاد میبینن دیگه، ببینید چه اتفاقاتی میبینن. یه ضربه دیگه میخوره، یادش میره اصلا قبله کدوم بره، میدونی میگن طرف یه جوری خود نفهمید قبلش کدوم بره، این شکلی بود، قبله رو گم میکنه، مبارزه ادامه پیدا میکنه. دوستمون بیچاره میراث فرهنگی اصلا خودش نمیتونه وایس، فسیل و سنگواره است، یه دونه بادیشات اون یکم نمیزنتش، داره بازی بازی باش میکنه. نه شاگردم دارن ها، الان همین دوست نارنجیمون که داره به خودش میپیچه درگیر حریف فرضی خودیه، شاگرد ماگردم اینا زیاد دارن معمولا. خب یه ضربه رو هوا میزنه، خیلی دوست داشتین ببینین معمولا این استاد گلابی ها چه اتفاقی براشون میفته وقتی با یه فایتر میفتن. یکم نباید دلش بسوزه به نظرم، چون پا رو تو رینگ میذاری برای فایت جدی باید بزنه، مگر که حالا اسپارینگ باشه یا دوستانه باشه، باید بزنه که زودم تموم شه. ببینید همه رو میخوره، من خیلی داره آروم میزنه، بچه ها منتظرن، یه دونه محکم بزن، میخوایم بریم بعدی رو ببینیم. جب و نشون میده دیگه، دستم پایین دیگه، دفاع نمیکنه که، چون اشاره که میکنه میفته. آخه بنده خدا، اوه ورقم شد. اینا رو باید خیلی مواظب باشی، اینا تو رفت. اینا لله و اینا لله. آنا زنده است، خب خداش. خب بروسلی، بروسلی واقعی میاد، این تیپ بشه فقط داره، من قشنگ معلومه تیپ بروسلی ها زده، این پیجامه بروسلی تو خونه میپوشن. تو رینگ اون یکی دوستمون فایتره، مبارزه آغاز میشه. ودا میاد جلو بروسلی، یه دونه به ضربه پریشی و فرار، یکی بروسلی رو بگیره. بروسلی ضربه زد و فراری، اینا که یه دونه میزنه در میره، دو تا های کیک میخوره، خدا حافظ، یه چپ یه راست، بای بای بروسلی، بای بای احمدی، بای بای. چه کرد با بروسلی، تمومش کرد. دوست دارید استاد قلابی ها رو ببینید؟ اینا دیگه ببینید دیگه نمونش، اینا تو خونه شون هم پر پوستر بروسلی ها، اژدها وارج می شود، اومدم بگم خارج می شود، با وارج قاطی شد، با وارد قاطی شد، شد وارج. این یکی بازم معلومه تیپ، با شما نگاه کنید، تیپ سنتی زده، قراره با یه فایتر عادی، اصلا عادی تو باشگاه همینطوری دوتا کیسه زدن، میخواد فایت بکنه. شاگرداش هم اومدن، خبرنگارا هم پر، انقدر دیگه کل کل کرده بودن، آقا این مبارزه رو گذاشتن توی فضای باز پر از خبرنگار و تماشاگر. دوستمون هم داره آماده میشه، تا الان خودش باورش نشده، فکر کردن تیپا رو بزنه طرف پشیمون میشه، این گاردو بگیرم پشیمون میشه، یه ضربه رو میخوره و کمونه میکنه رو زمین، با یه ضربه به سرعت پا میشه. با این بنده خدا میبینی راه نمیتونه بره، یه چغلی هم به داور میکنه، مثلا چه میدونم اون من آماده نبودم، اون ضربه رو زود زد. حالا مبارزه آغاز میشه، دومین ضربه رو میخوره، پرت میشه، خیلی جالبه، مشت قبل از اینکه به سرش هم بخوره پرت میشه، دوباره ادامه پیدا میکنه، یه دونه رگت اومد بزنه، موفق نشد، ضربه سومو میخوره دیگه، خداحافظ. یعنی یه جوری زد بهش که دیگه پا نشه، چون یه دونه از زمین خورد بعدش، دقت کردین هر بار که ضربه میخورد یه دونه از زمین میخورد، خیلی خطرناکه این کار به نظرم، ضربه مغزی میشن. اینجا بود اگه اشتباه نکنم سومیش، ببینم سومیش یا دومیش، بله نه این دومیش بود، سومیشو با هم ببینید، اینجا که تموم شد کلا، دقت کنید، یه چرخش میکنه، یه لگت ناز میزنه، یه ضربه بوم بوم، خداحافظ خداحافظ. آخه چه کاری تو که شاگرداتو داشتی همونجوری گولشون میزدی؟ برای همین الان خیلی از استاد قلابی ها نمیانا، به هیچ عنوان نمیان فایت کنن، بیشتر اینایی که میبینید دفاع شخصی چرت و پرت دارن یاد میدن، به هیچ عنوان مسابقات فایت واقعی نمیان،
هیکل دوستمونو. هیکلش که عالیه، گاردم گرفته، من بد جایم. میگه بیا جلو، حالا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا نه. اوه چه تمرکزی هم کرده. داورم ایدون نمیدونه چیکار کنه. ببینیم چی میشه این مبارزه. ما یه ذره از این برتر گزارش کنیم براتون. جا اونم بستم. اون هنوز قفله، خودش نگه داشته اونجوری. پشت داور نوشته آها گیم آن. فکر میشه گیم اویل. گفتم گیم اویل چی؟ آقا اویل چک یه اصطلاح فایته. اگه گفتید چیه؟ اگه گفتید چیه تو کامنت ها بنویسید اویل چک. یه برنامه برش بسازم. بابا یکی این دوستمونو مبارزه رو شروع کنین، نمیتونه همش وایساده. یکم دل تو دلش نیست. تماشاگرام پرو پیچوخم نامنظم نشستن و با بند بستن سیره جلو نمیم. دوستمون نشسته قلیون داره میکشه چی. خب داور داره بریفشون میکنه، آماده این برای اینکه این مبارزه رو براتون گزارش بکنیم. مبارزه قرار آغاز بشه. این دوستمون هنوز گاردش رو نگه داشته از اینان که تو پارک تمرین میکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته. اومده تو کیجی ام ام ای، جرأت میخواد. مشیه که فکر کرده مسابقه دو دل تو دلش نیست شروع کنه. یه ذره دورتر براتون گذاشتم. مبارزه آغاز میشه، همون اول برای زیرگیری اقدام میکنه. حریفش میخواد گیوتین بکنه. موفق ببینیم میشه یا نه. بلندش میکنه، میارتش در خاک. در سایت کنترل آرنجای محکم به سر و صورت حریف. نیام بیلی پشت سر هم ضربه به سر و صورت. حالا رفته تو پشت حریف و بله ریر نکت چوک و جمع و جو کرد. تمام تپ کرد. خدا نگهدار، خدا قوت پهلوان. دردش هم گرفت. امیدواریم حالت خوب باشه. تنها دعایی که میتونیم بکنیم. بنده خدا نباید بیاد اینجا. بابا کیج ام ام ای خطرناکه دوستان عزیزان، خطرناکه. همون اول دو خمشو گرفت، آوردش در خاک و درد زیاد. آرنج خورد به سرش، ریر نکت چوک شد و سلطان بزرگ محمد علی رو داریم میبینیم که چه جا خالیه اینجا میده. کنتاش دست دن 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 کنتاش دست. خیلی این یه تیکش رو من دوست داشتم، مخصوصا با آهنگ کنتاش دست که بذاریم اصلا عالی میشه. یه بار دیگه یه تیکه رو ببینیم با هم. محمد علی اینجا گوشه رینگ تمام ضربات حریفش رو جا خالی میده. نمیگم حریفش استاد قلابی ها، ولی نگاه کنین. دن 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 کن تاچ دست دن 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 کن تاچ دست دن دن دن. نمیتونی بزنی سلطان. نداریم رو دست محمد علی. دوستان اینم از استاد قلابی هایی که ترکیدن و منفجر شدن بر مقابل فایترها که قرار گرفتن. اگر خوشتون اومد از این برنامه لطفا ما رو لایک کنید. این لایک برامون خیلی مهمه. برنامه کوتاهی بود، ما برنامه معمولا بلنده. استاد قلابی های کامل هم تو همین کانال داریم، میتونید برید اونو ببینید و ازش استفاده کنید. مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودید، دمتون گرم. یه سری دیگه استاد قلابی هم براتون اینجا میذارم ببینید. صبر کنید آخر برنامه که اومد کلیک کنید روش. خدا نگهدار.